شنبه. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تغییر حکومت و کمیسیون انتخابات را دور از امکان می‌خواند. پس از آن که برخی از اعضای سیاسی خواهان لغو کمیسیون مستقل انتخابات شدند، حزب اسلامی خواهان برگزاری انتخابات با همین ساختار کمیسیون انتخابات است و به همین هدف طرحش را با کمیسیون مستقل انتخابات برای شفافیت در انتخابات آینده شریک ساخت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که هنگام سپردن این طرح صحبت میکرد گفت که حزب اسلامی بر ترکیب و طرز العمل‌های کمیسیون انتخابات ملاحظات دارد، اما ایجاد هر گونه تغییر در کمیسیون انتخابات آینده را به تعویق خواهد انداخت. رهبر حزب اسلامی میگوید که خواهان برگزاری انتخابات بر اساس ساختار کنونی کمیسیون است و میافزاید که تغییر حکومت و کمیسیون امکان ندارد. نه، بل معقد حکومت بند توافق ممکن ده، مخصوصاً دی لند مدت. او نام دی بل نوی کمیسیون جوراول او یا بله که تغییر و تبدیل ممکن. متاسفانه مر و دی ارتباط دیر درخی تجربه را. شاید زینی عمدان او قصدان او پدی مخه پا حکومت او کمیسیون که تغییر گوشتانه کوی چی غواری انتخابات و زنده زینی متاسفانه لانتخابات و ایریش. گلبدین حکمتیار میگوید که برخی از افراد که از حمایت مردم محروم شدن و از رقابت در انتخابات حراس دارند، نمیخواهند که انتخابات آینده در وقت معین آن برگزار شود. رهبر حزب اسلامی میگوید که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید دارد و کرسی برنده انتخابات آینده خواهد بود که حمایت حزب اسلامی را با خود داشته باشد. بگذار انتخابات برگزار شد، ببینیم برنده کیست. ما که از انتخابات بیم نداریم و نمیخواهیم به تاخیر انداخته ایدی. یعنی تأکید امارت چنان تعبیر می کنند که خوب دیگر پارلمان از حزب است، انتخاب در انتخابات درنده حزب است و ایدی گفتن پنان هم نگذاشتن ایرد، حتی در سخنانه های خود بخند، در صحبت های خود می کنند و به خاطر اونا ترهایی را پیشکش می کنند که نتیجیش به تأخیر انداختن انتخابات است. صبر کنیم ببینیم نتیجه انتخابات چه خواهد است. انشاءالله کسی پیروز خواهد بود که حزب و حمایت کند. در طرح که از سوی حزب اسلامی به کمیسیون پیشکش شده است، بر انتخابات حوزوی تاکید شده است و برخی خواسته های مشخص از حکومت نیز در این طرح وجود دارد. کمیسیون مستقل انتخابات از این طرح استقبال می کند و از احزاب سیاسی دیگر نیز می خواهند اگر بر کمیسیون های انتخاباتی ملاحظات دارند، طرحشان را با کمیسیون شریک سازند. انتخاباتی اوضوش میر باید و پارلمان که دی وکیلان دشمیر پاندازه کامور دو سو نسلش دو سو پینزو سونیس انتخابات وکیلان باید ولر و پارلمان که یعن دی شمیر مطابق و برابر باید انتخابات حوزی جوش دا قطعا دی منلو نده چی دیوی حوزی استوگن بی دی بلی حوزی دی استوگن وکیل وطن لکه چه پتیر انتخاباتو که دی غزنی دی سوار لسو رسواله وکیلان دی سلور رسواله استو کنو بکا کن. دی کمیسون دروازه دی طول سیاسی احزاب و مشیران و مخبان دی خلاصه او مخیمون که هم مرسل مشوره کردی او دی کولیسی چی دی قوانین مطابق دی لا بهبود لپاره دی شفافیت لپاره خپلی ترهیمون سر رسمن شدیک. در طرح که از سوی حزب اسلامی به کمیسیون انتخابات پیشکش شده است، از حکومت خواسته شده است تا زمینه را برای برگزاری انتخابات بر اساس ترکیب کنونی کمیسیون فراهم سازد، جلو مداخله خارجی ها را در انتخابات بگیرد، به احزاب سیاسی حق نظارت بر روند انتخابات را بدهد، تعداد حوزه های انتخاباتی به اندازه تعداد وکیلان در پارلمان تعیین شود، هر حوزه انتخاباتی وکیل داشته باشد، برای ساحات ناامن در مناطق همجوار آن حوزه های انتخاباتی تعیین شود و برخی مسائل مشابه دیگر نیز شامل این خواستا می باشد. یکشنبه در حملات هوایی نیروهای آمریکایی ده ها تن از باشندگان ولسوالی چهاردره کانداز شهید و زخمی شدند.
در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی چاردری ولایت کندوز بار دیگر ده‌ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. از چند روز به این سو عملیات زمینی و هوایی بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی چاردری کندوز جریان دارد و نیروهای افغان ادعا می‌کنند که در جریان این عملیات تلفات گسترده را به جنگجویان مسلح وارد کردند. اما اعضای شورای ولایتی کندوز می‌گویند که از چند روز به این سو بر بازارهای قریه عیساخیل، وردک و قتل عام حملات هوایی صورت گرفته است که در نتیجه آن ده‌ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. به گفته آنان تا هنوز ارقام دقیق تعداد کشته شدگان روشن نیست، اما می‌افزایند که هنوز هم اجساد کشته شدگان انتقال نیافته است و شماری از زخمی‌ها نیز در این ساحات گیر ماندند. امری تقریبا 15-20 نفر زخمی در شفاخانه وارد شده، چند نفر شهید. اینا که از گوشه و اطراف قریه رو خدا اینا را کشتن آوردن، خود داخل قریه فیران 55 الی 60 نفر ما شهید داریم از مردم مال. در بین همون پیرمرد است، زن است، میده اوشتک است، جوان هست. این مرد فیران در زیر خاک است. تعداد 78 نفر زخمی در اونجا غلطه دیگه است. معلوم نیست که چقدر تعداد زخمی است که اونها رو ما شناسایی بکنیم. سر یک طرف جدا شده، پا یک طرف جدا شده. باشندگان محل که به شرط عدم نشر صدا و تصویرشان با رسانه‌ها صحبت کردند گفتند که افراد ملکی از این ساحات بیرون شده بودند، اما طالبان مسلح از خانه‌های آنان سنگر ساخته بودند. آنان میگویند که در جریان این حملات شماری از طالبان مسلح کشته و زخمی شده بودند و آنان افراد ملکی را مجبور به بیرون کشیدن اجساد و زخمی‌های گروه طالبان از این ساحه کرده بودند. اعضای شورای ملی این گونه حملات نیروهای خارجی را جنایت ضد بشری می‌خوانند و خواهان متوقف شدن هر چه زودتر این گونه رویدادها هستند. بمبار سوادی 15 نفر شیدان سیویدی کشنان و شزی ملکی دی 15 نفر زخمیان دی دا امریکایانو کری دی این سو که رغ نپورته کی هم دا غسی پس منگان که جنابی ریسی پا پولوسوالی که خلق دا پشتو پا نامه بانی پسی اخیسی دی خپل کوروتی نپریر دی سو که پشتانه نکی زما خواهش دا غا دی جنابی ریسی ستای سخه محترم تیز دا غا ریسی جمعی تا ورور سوی دوی پا دا غا بارا که پشتانه وکی آقا مسئولین را ورو غالیسی ولی دا سکیجی. در اثر حملات هوایی قوای ائتلاف امریکا در ولسوالی چاردره ولایت قندوز در قره غرق قشلاق و قتل عام بدبختانه بسیار یک فاجعه بار جنایت در اوجا صورت گرفته. تقریبا در حدود 40-45 نفر یک تعداد از جوانا و افراد ملکی به شهادت رسیده. ما امیدوار هستم که این باری آخرشان بوده باشه، در برابر این جنایتشان جوابدی باشه در برابر مردم افغانستان. دیگه همیشه اینا مرتکب اشتباه شدن و اشتباه را انجام دادن. ما امیدوار هستیم که با اشتباهشان مردم بیدفاع و مردم مظلوم به خاک و خون نکشانه. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بار دیگر افزایش تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی را محکوم کرده است و از حکومت خواسته است تا در برابر این گونه حملات غیر مسئولانه نیروهای خارجی صدایش را بلند کند و با این کار جلوه تلفات افغانهای ملکی را بگیرد. دوشنبه اندونزیا از روند صلح بر رهبری افغانها حمایت می کند. وزیر خارجه اندونزیا که به کابل آمده است پس از گفتگوها با رئیس جمهور غنی در رابطه به صلح و همکاری های دو جانبه میان دو کشور با سرپرست وزارت خارجه در یک نشست خبری مشترک سخنرانی کرد. رنتنو مرسیدی بر روابط دو جانبه میان افغانستان و اندونزیا تاکید می کند و می گوید کشورش در بخش های مختلف به همکاری با افغانستان آماده است. وی میگوید که اندونزیا از روند صلح افغانستان حمایت میکند و در این بخش به هر گونه همکاری متحد است. اندونزیا از روند صلح در افغانستان بر رهبری افغانها به گونه جدی حمایت میکند و به همکاری در این بخش با افغانستان متحد است. به همین دلیل حکومت اندونزیا هیئت رهبری شورای عالی صلح را دعوت کرده است تا در ماه جاری به این کشور سفر نماید. پیش از این گزارش های نشر شد که اندونزیا پیشنهاد گشایش دفتر سیاسی طالبان در این کشور را مطرح کرده است. در همین حال سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز نقش اندونزیا را در صلح افغانستان مهم می‌خواند و میگوید این کشور می‌تواند نقش مهم در روند صلح بر رهبری افغان‌ها بازی کند. اندونزیا با تجربه خوبی که در زمینه صلح و جایگاه مهم به عنوان کشور دارای بیشترین نفوس مسلمان در جهان اسلام دارد،
می تواند نقش موثری را در همکاری با روند صلح یا شورای عالی صلح که به رهبری و مالکیت افغانستان باشد ایفا کند. در این نشست وزیر خارجه اندونزیا بر همکاری‌های دو جانبه در بخش تجارت و معارف نیز تأکید کرد و افزود که برخی از کمپانی‌های اندونزیایی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان آمادند. وی همچنان گفت که کشورش در بخش اهدای 100 بورسیه به مسئولان افغان متحد است. سه‌شنبه نتایج یک بررسی استراتژیک در رابطه با فقر نشان می‌دهد که 35 تا 40 درصد مردم افغانستان در حال حاضر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از سال 2011 تا سال 2017 سطح گرسنگی در افغانستان به گونه تدریجی از 30 درصد به 40 درصد بلند رفته است و برای بررسی این وضعیت کمیته مشترک از سوی اداره‌های دولتی، جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شده است تا پس از بررسی وضعیت راه‌های مؤثر را برای فقر زدایی از افغانستان پیشنهاد کنند. اکنون این کمیته میگوید که یافته های یک ساله آنان نشان میدهد که فقر هنوز هم به گونه گسترده در افغانستان وجود دارد. مسئولان این کمیته میگویند که بر اساس یافته های آنان 14 درصد از خانواده های افغانان با گرسنگی متوسط و 0.9 درصد خانواده ها با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. به گفته مسئولان جامعه جهانی با آنان هدف تعیین کرده است که تا سال 2030 سطح فقر را 20 درصد کاهش بدهند. کانون این هدف را از طریق برنامه‌های ملی دولت مانند میثاق شهروندی و برنامه‌های مشابه دیگر تعقیب خواهند کرد. این راپور اصلا راجع به گرسنگی صحبت میکنه که وضع گرسنگی چطور است و چی کارهای باید شود که ما را به هدف محو گرسنگی تا سال 2030 که هدف عمومی از طرف ملل متحد تعیین شده بود تا اون وقت تا اونجا ما را برساند. در طول خلاگان پا گوته شویدی او دیدو دی پاره با موگ خپل آینده پروگرامونه تزمین که تسو شو وکوالی شو دی هدف تا نجده شو. هرچند برای کاهش گرسنگی و سوی تغذی در افغانستان بر تقویت سکتور خصوصی و زراعت تاکید می شود، اما مسئولان این سکتور می گویند که به هدف افزایش محصولات زراعتی و جلب سرمایه گذاری ها بیشتر باید اختیارات زیاد را به این سکتور داده شود. تا زمانی که دهقان ما تقویه نشود، تا زمانی که تولید ما زیاد نشود، تا زمانی که انگیزه برای ایجاد تزیه تولید نباشد، یقین این مشکل حل نمیشه. به خاطر این فعالیت سکتور خصوصی به حمایت همه جانبه دولت هم نیاز داریم. باید زمینی سرمایه گذاری مناسب از طرف دولت فراهم شود، حمایت های لازم صورت بگیره تا سکتور خصوصی نقش خود عملا بازی کرده بتانه. از سوی دیگر سوی تغذی بحث دوم این گزارش در رابطه با گرسنگی است که مسئولان میگویند به زنان افغانستان هنگام بارداری غذای لازم دادن نمی شود. به همین دلیل در کودکان تازه تولد یافته سوی تغذی زیاد می باشد. در همین حال مسئولان سازمان بین المللی غذا برای آسیا می گویند که افغانستان به دلیل جنگ و بیجا شدگان داخلی در منطقه در خط مقدم سوی تغذی و گرسنگی قرار دارد. زنها نه تنها در کسانی که در زیر فقر زندگی میکنن از رنج میبنن از سوی تغذیه، بلکه کسانی که در سطوح بلند هستن نظر به تجارت هایی یا کمپانی های خیلی قوی که اگر افغانستان نتونه از اونا جلوگیری کنه در داخل افغانستان یا حداقل از اعلانات تجارتیشان جلوگیری کنن و یا ای که در اعلانات تجارتیشان نوشته کنن که هیچ چیزه، بعضی اوقات چیزا صورت میگیره و به صورت عمومی جاگزین شیر مادر نمیشه. سطح سوی تغذیه و گرسنگی در افغانستان به سطح منطقه بسیار بلند است. این سطح به 44 درصد میرسد و عامل آن نیز جنگ و بیجا شدگان داخلی به دلیل ادامه جنگ و تغییرات اقلیمی است. این گزارش تازه در رابطه با فقر و سوی تغذی در افغانستان در حال نشر می شود که از سال 2016 تا سال 2017 سطح گرسنگی از 36 درصد به 40 درصد بلند رفته است و عامل عمده آن ادامه جنگ در کشور خوانده شده است. چهارشنبه
اعضای ولسی جرگه میگویند که حملات تروریستی بر رسانه‌ها و خبرنگاران در زمان حکومت وحدت ملی افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات نهادهای مدافع خبرنگاران، در 3 سال گذشته از زمانی که حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرده است، مشکلات در برابر خبرنگاران، رسانه‌ها و آزادی بیان افزایش یافته است. اما افزایش حملات بر کارمندان رسانه‌ها مسئله‌ای است که نگرانی‌ها در رابطه به این مسئله را بیشتر ساخته است. حمله دست جمعی روز سه‌شنبه بر تلویزیون شمشاد که واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است، انتقادها بر حکومت را به این دلیل افزایش داده است که در بخش تامین امنیت رسانه‌ها و کارمندان آن ناکام مانده است. اعضای ولسی جرگه بر کمکاری حکومت در این بخش جدن انتقاد می‌کنند. یکی از مهمترین دستاوردهای 15-16 ساله حکومت‌های ما و شما آزادی بیان و رسانه‌ها است که هدف قرار گرفته و هر روز اینا مورد حمله قرار می‌گیره و شهید میشه و زخمی میشه. رسانه‌ها به طور کل در معرض تهدید قرار دارند. ما سال پار مرگ چند بیگناهی را از تلویزیون طلوع شاهد بودیم که بسیار اندوهگین بود و امسال همزمان به او قتل کسایی را که تمثیل دموکراسی و حقوق بشر میکنند و بر ارتقای ظرفیت‌های حکومتداری کار میکنند، بر علیه فساد کار میکنند، ما میبینیم که بیگناه کشته میشند. رسانه ها مینعیسی منبع تنویر به از آن عامه برشان بسیار خطرناک است. این را مورد حمله قرار میتن تا مردم افغانستان در یک بیخبری نگاه کرده اهداف خودشان دنبال بکنن و مردم افغانستان نتونن از طریق رسانه ها به مدنیت و به هوشیاری برسن. یکی از ژورنالیستان شیبر من شنیدم که قومندان امنیه قندار که به عنوان جنرال قهرمان یاد میکنن در زندان خود 8 روز است نگاه کرده و پدر کس جرأت نمیکند که طرفی این زندان نگاه کند. اعضای ولسی جرگه آزادی بیان و پیشرفت رسانه ها را دستاورد مهم 16 سال گذشته میخوانند و میگویند که به هیچ وجه اجازه ضایع شدن این دستاورد بزرگ را نخواهند داد. وکیلان از حکومت میخواهند تا در این بخش اقدامات جدی کند. او دخمن ته دا او خود له چهت کله دوی نشی کوله چې د ازادۍ بیان باندې حمله وکي. او د امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې د ټولو رسنیو د امنیت په برخه کې زیار او کوښښ وکړي ترڅو د خلکو غږ چوپ نشي. بل و حکومت می بایست همون گونه که فکر برای تامین اماکن مذهبی میکنه، برای تامین اماکن سیاسی و دولتی میکنه، برای رسانه ها هم یک طرح امنیتی باید ریخته شود تا از این سنگرداران دموکراسی دفاع شود. و تا حال متاسفانه ما ندیدیم که حکومت یک فکر اساسی و بنیادین کرده باشد. اما ارگ ریاست جمهوری میگوید که به مسئولیت رسانه ها و آزادی بیان متحد است و به همین دلیل کمیته بر رهبری معاون دوم رئیس جمهور در این بخش کار میکند. حکومت هم متحد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها هست. به می دلیل است که کمیته مشترک که در ترکیب و نهادهای بسیار مهم امنیتی و غیر امنیتی هست زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری همیشه مسائل مربوط به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، مسائل امنیتی خبرنگاران و مسائل حقوقی را به بررسی می گیره. این در حالی است که بر اساس معلومات صدها رویداد خشونت بر ضد خبرنگاران در 3 سال گذشته ثبت شده است و همچنان حمله انتحاری بر کارمندان یک رسانه در کابل پایتخت کشور و حمله دست جمعی بر دفتر یک رسانه دیگر از جمله مواردی هستند که نمونه آن در گذشته دیدن نشده است. حکومت افغانستان میگوید تنها مردم می توانند در رابطه به خط دیورند تصمیم بگیرند. همزمان با نصب سیم خاردار و تحرکات پاکستان بر امتداد خط فرضی دیورند، واکنش ها در برابر اظهارات سفیر بریتانیا در کابل نیز افزایش یافته است که خط فرضی دیورند را سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان خوانده است. همزمان با این حکومت افغانستان میگوید که در رابطه به خط دیورند تنها مردم دو طرف تصمیم گرفته می توانند. مسئولان میگویند که تصمیم گیری در رابطه با دیورند کار مردم است و از تمام نمایندگان کشورهای خارجی در افغانستان می خواهند تا به حاکمیت ملی افغانستان، تمامیت ارضی و ارزش‌های ملی کشور احترام داشته باشند. تا
دولت افغانستان حتی به خود حق تصمیم گیری در رابطه به سرنوشت خط فرضی و دیورند نمیتن. یک حق مردمان ساکن در دو طرف این خط است. دولت افغانستان همواره از دول متحابه، نمایندگی های سیاسیشان در افغانستان و کشورهای جهان انتظار داره که به اراده دولت و ملت افغانستان و همچنان به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارند. مسئولان وزارت خارجه میگویند همان گونه که حکومت افغانستان به ارزش‌های کشورهای دیگر احترام دارد، آنان نیز باید به حاکمیت ملی افغانستان احترام متقابل داشته باشند. از سوی دیگر، در حالی که خبرهای مبنی بر برکناری عطا محمد نور والی بلخ نشر شده است، ارگ ریاست جمهوری میگوید که تغییر و تبدیل در حکومت یک مسئله عادی است و اگر والی بلخ میخواهد از وظیفه‌اش کنار برود، استعفایش را پیشکش کند. استعفا حق یک کارمند دولت هست که بعد دلایلی میتونه استعفا کنه و همچنان که تغییر و تبدیلی در ادارات یک امر بسیار معمول هست و این موضوع از دید حکومت یک امر بسیار عادی هست، ولی اینقدر حساسیتی که در رسانه ها بس بای حساسیت که در رسانه ها مطرح میشه برای خود ما سوال برانگیز هست و بحث استعفا را که آیا استاد عطا علاقه داره به استعفا یا به ادامه کار رو میشه از خودشون سوال کنیم. ارگ ریاست جمهوری همچنان مسئله استعفای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را رد میکند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در رأس یک هیئت به امارات متحده عرب سفر کرده است و در آنجا پس از اشتراک در مراسم افتتاح یک موزیم با مقام های این کشور در رابطه با همکاری های دو جانبه میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. پنجشنبه صدها تن از اقوام مختلف کشور در یک نشست گسترده مردمی در کابل از فراخوانی لوی جرگه عنعنوی اعلام حمایت کردند. نشست گسترده مردمی از اقوام مختلف کشور در حمایت از فراخوانی لوی جرگه عنعنوی برگزار شده است. فراخوانی لوی جرگه عنعنوی برای بیرون رفت از مشکلات جاری در کشور از خواسته های اصلی اشتراک کنندگان است. آنان میگویند که حکومت وحدت ملی که خود مشروعیت قانونی ندارد، با سیاست و عملکردهای نادرست کشور را با بحران امنیتی و سیاسی مواجه کرده است که تنها لوی جرگه میتواند به این مشکلات راه حل دریافت کند. من ولسونه نن راکول شوی او چې د پخوانی ولسمشر جلال اکبر حامد کرزی هغه غږ ورکړ کلوچې دودیزې لوی جرګې راغوښتلو لپاره د حکومت پر مشرتابه او په ځانګړې توګه اوسنی ولسمشر جلال اکبر محمد اشرف غنی باندې کړل. ټولې غواړو دې موجوده حکومت نه دې توانېدلې چې د خلکو اغه غشتونی بر حق غشتنی او د قانون اساسی غشتنی چې د بلدې چې دا حکومت خلکو ته برابر تک نو د افغانستان خلک دغه نتیجې ته ورسیدو چې د افغانستان ټول ولسونه راټول سي او یو عنعنوي لویه جرګه چې د افغانستان د خلکو غشتنه ده په حکومت مجغدادی او د افغانستان په ټولو سیاستونو مجغدادی چې ولانی لوی جرګه راوړي د افغانستان موجوده مسائل ورپکې حل کړي. افغانستان کې چې د حالات راغلي دی د لوی د جرګې د هزار نه د حال شوی دی بل اس لیار نه لري. دا په توند کرزی صاحب را صدر ته وای کرزی صاحب کا اعلان کړای دی کنه دی کړای ملت په دې ته اعلان وکړي چدا سلسلہ د لوی جرګې د لیا بنار کیږي بل لیا نه لري. ګوندونه چی دي تنظیمونه چی دي دا نه غواړي دا شیونه ډېر ډېر پدای نه غواړي چې د یو خپل ګټه په خاطر کلویږي. امریکا یې نه غواړي خارج یې نه غواړي که امریکا چې ته وتای دا سو حکومت به په تاسو باندې نه راوستای. نو زه دغه عرض کوم دا دوه من لوی جرګه چې دا لوی جرګه چې موږ را ونه غواړو په عمل کې را ونه غواړو یو خبرې وي ناستی وي بل عمل دی. عمل ته اوس ضرورت دی موږ تاسې باید عمل وکړو تصمیم ونسو ومن الله توفیق.
در این نشست به شمول اعضای شورای ملی، چهره های سیاسی و نهادهای مدنی نیز با اشتراک گسترده پشتیبانیشان را از برگزاری لوی جرگه عنعنوی اعلام کردند. اعضای ولسی جرگه سیاست های نادرست و حکومت و آمریکا نیز انتقاد میکنند و میگویند که این سیاست ها افغانستان را به میدان جنگ کشورهای منطقه و جهان مبدل کرده است که اکنون از مردم جنگ قربانی میگیرد. حکومت ماده بحران است، پارلمان ماده بحران است، ملت ماده بحران است. ما در تقابل قرار گرفتیم. ما به جنگ نیابتی که امریکا و روسیه اما خاک افغانستان قربانی میشه، ملت افغانستان قربانی میشه. جنگ سعودی و ایران در افغانستان است، جنگ هندوستان و پاکستان در افغانستان است. حکومت افغانستان هم در داخل افغانستان به تقابل رفته و هم به منطقه و هم به جهان. من نمیخوام که ما باید جنگ جهانی مرکز افغانستان و یا مردم افغانستان قربانی جنگ تقابل نیابتی و جنگ اقتصادی و نظامی امریکا و روسیه شود. امریکا پاکستان می وجنی، ایران می وجنی، روس می وجنی، طالب می وجنی، داعش می وجنی، القاعده می وجنی، دا ټول د تاسمره د ستامه تجاده. افغانان دومره به منطقه نه پجنه کوی چې دا ټول ستاده لاس. اشتراک کنندگان به این باورند که لوی جرگه عنعنوی مبنای تاریخی در کشور دارد و حالا در شرایط کنونی منطق برگزاری آن وجود دارد که حکومت و خارجی ها نباید با برگزاری آن مخالفت کند، بلکه از مشوره های لازم آن حکومت استفاده کند، زیرا برگزاری لوی جرگه بر ضد نظام نیست. در لوی جرگه چه باید چوک وی روانی که لوی جرگه هم به مکت افغانان بخیر دا، هم د ګاونډیانو په خیر ده او هم د نړیوالو په خیر ده. د لویې جرګې نه باید هیڅوک ویره ونه کړي. لهذا زه د افغانستان په نجیب ولس باندې غږ کوم چې څومره زر کیدلی شي د دغې عنعنوي دودیزې لویې جرګې دپاره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خپل آواز پورته کړي تر څو د ملي وحدت حکومت دغه حقیقت ورسیږي چې د لوی جرګې په جوړېدو کې زموږ سره کومک او مرسته وکړي. فارسم کې از جرګې عنعنوي هیڅ شخص و هیڅ فردی که خود افغانی میگیره باید ترس و حراس نداشته باشد، به خاطر ارزی که ما برای شما اطمینان میتونم که مردم افغانستان شما را به طرف خرابی نمیبرند. حتما برای شما مشوره نیک و مشوره مفید چیزی را برای شما مشوره میده که او بر آینده افغانستان مفید باشه. حمایت های مردمی در رابطه با فراخوانی لوی جرگه در کابل در حال اعلام می شود که پیش از این در چندین ولایت چنین نشست ها برگزار شده است و همه برای بیرون شدن از وضعیت که افغانستان دامنگیر مشکلات متعدد است فراخوانی لوی جرگه را پیشنهاد کردند.